درود تهران پایتخت ایران تهران 18-20 میلیونی وجدانن انصافن 200 هزار تا انسان با وجود نداره بریزه اطراف بیت رهبری و صدا سیما و مجلس کارو تموم کنه ایزه 200 هزار نفری زادگاه من اگه پایتخت ایران بود کار تموم بود اگه یکی از شهرهای نشین پایتخت ایران بود خیلی بقیش کار تموم بود اگه زاهدان پایتخت ایران بود یه جمعه کار تموم بود بابا نگاه کن تو ایزه چقدر شهید دادیم توی کردستان چقدر شهید دادیم توی زایدان چقدر شهید دادیم چقدر رو گرفتن چقدر انسان با وجود چقدر انسان با غیرت هموطن تهرانی من به خاطر ایران به خاطر ایران یک بار فریاد بزن دوره مشروطه همه جای ایران اومدن تهران رو آزاد کردن یک بار فریاد بزن برای ایران درود بر شما همراهان گرامی کانال خبری کیوسک به این بسته خبری خوش آمدید. سرخط اخبار مهم این ساعت. گرانی وحشتناک دلار سیاست رژیم آخوندی است. نماینده مجلس فاش کرد و توهین حسین شریعت مداری. مردم دچار سندرم کوری شدند. دعوت می‌کنیم در ادامه بیننده مشروع خبرها باشید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم گرانی وحشتناک دلار سیاست رژیم آخندی است نماینده مجلس فاش کرد کازم دلخوش ابوطری یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس گفت گرانی ارز سیاست رژیم است این نماینده گفته دوستان دقت بفرمایید 90 درصد ارز کشور دست دولته، اینو همه میدونن نفت پتروشیمی همه ای اینا دست دولته، چند درصد ارز دست مردم آقای دکتر آقایان مدیریت درستی نمی کنند عدم ثبات این است که میگویند احتکار می این است که میگویند نمیدانیم پول ملی خارج می شود و امثال اینها مدیریتش با کیست امروز اختیار بانک مرکزی دست خودش نیست وقتی یک شبه کالاها چند برابر گران می شود هر انسان عاقلی هر چه داشته باشد تبدیلش می کند مردم از ما جواب می خواهند. تا شب عید شما خواهید دید چه بلایی سر مردم می آید بعضی ها یا بانک مرکزی فکر می کنند فقط قیمت سکه دارد گران می شود. این حتی بر روی تخم مرغ هم تاثیر می‌گذارد. آخه این چه نوع مدیریتی است بفرمایید 90 درصد ارز کشور دست دولته این رو همه میدونن نفت پتروشیمی همه اینها چند درصد ارز دست مردم آقای دکتر آقایون مدیریت درست میکنن. عدم ثبات این که میگن احتکار میشه این که میگن نمیدونم پول ملی خارج میشه سال اینها مدیریتش با کیه آیا دولت تونست سیاست گذاری بکنه که مردم نگران نباشن از آینده خودشون این رو باید بانک مرکزی جواب بده امروز اختیار بانک مرکزی دست خودش نیست وقتی یک شبه کالاها چند برابر گران میشه هر انسان عاقلی هر چه داشته باشه بره دنبال تبدیلش میره دنبال تبدیل اون وقتی عدم ثبات باشه در بازار این مشکل ایجاد میکنه برای کل جامعه علاوه بر محمودزاده نماینده مجلس در واکنش به اتفاقات بازار ارز گفت برداشتم اینه که دولت از افزایش نرخ ارز چندان هم راضی نیست او معتقد است که دولت در روزهای پایانی سال برای پرداخت حقوق و یارانه و تامین کسری بودجه بدش نمی آید که بعضی مواقع قیمت دلار سعودی شود این نماینده مجلس با اشاره به جلسه مشترک با دولت گفت آن جلسه بین مجلس و دولت نه تنها اثر مثبتی نداشت بلکه اثر هم داشت و کسانی که مدعی بودند بدون FATF و برجام و ارتباط بین المللی می شود این مسائل را حل کرد الان که خودشان دستن در کارند نمی کاری انجام دهند همزمان با ادامه افزایش قیمت کاله ها و خدمات در ایران و در حالی که حتی شماری از متحدان ابراهیم رئیسی از عملکرد اقتصادی دولت او انتقاد می کنند چند روز پیش وزارت اقتصاد مدعی شد افزایش تورم ناشی از سیاستهای پولی و مالی دولت نیست به گزارش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجیه دلایل افزایش تورم آن را محصول نوسانات نرخ ارز به دلیل جنگ ارزی و ایجاد انتظارات تورمی دانسته بود این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و حتی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط موجود را عمدتا ناشی از سیاستگذاری کلان دولت و از جمله اقدامات دستوری در حوزه اقتصاد می‌دانند در حالی که قیمت دلار به صورت لحظه‌ای در ایران افزایش می اعتراضات و اعتصابات همچنان تداوم یافته و شعلهورتر شده بازنشستگانی که روز سهشنبه نه اسفند در اعتراض به مطالبات بر زمین ماندهشان مقابل مجلس تجمع برگزار کردند با برخورد خشونت آمیز مأموران امنیتی و انتظامی مواجه شدند گزارش های فعالان سنفی حاکی از آن است که نیروهای حکومتی شماری از معترضان را بازداشت کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی کشوری لشکری و سایر صندوقها صبح شنبه و در پی فراخوانهای قبلی برگزار شد معترضان تهرانی مقابل مجلس شورای اسلامی و بازنشستگان سایر شهرها مقابل ساختمان فرمانداری و استانداری ها تجمع کردند بر مبنای گزارش ها نیروی امنیتی حکومت در تهران قبل از اینکه معترضان شعاری سر دهند با محاصره آنان از برگزاری و گسترش تجمع جلوگیری و با غرق کردن خروجی ایستگاه مترو شماری از بازنشستگان را دستگیر کردند با این حال ویدیوها و تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که تجمع اعتراضی بازنشستگان با حضور پرشمار معترضان در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد بازنشستگان در سنندت شعارهایی مانند هزینه ها دلاری حقوق ما ریالیه و همسانسازی حق مسلم ماست سر دادند در شهرهای دیگری چون عراک رشت ایلام اردبیل و شهر کرد نیز بازنشستگان با سر دادن شعارهایی از گرانی تورم بلای جان مردم دولت بی کفایت استفا استفا و رئیسی دروغ و وعده برجامت کو به وضعیت اقتصادی موجود اعتراض کردند تجمع سراسری بازنشستگان با حمایت تشکلهای های سنفی منتقد حکومت همراه بود سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از این تجمع سراسری حمایت کرد در این بیانیه به شرایط معیشتی کارگران مزد بگیران و بازنشستگانی که به بدترین وضعیت ممکن در سالهای اخیر رسیده اشاره و تاکید شده افزایش روزانه و نجومی نرخ ارز گرانی و تورم لجام گسیخته سفره کارگران و زحمتکشان را خالی تر از هر زمان دیگری کرده در بخش دیگری از این بیانیه آمده بازنشستگان تامین اجتماعی سه سال گذشته به طور پیوسته در مناطق مختلف کشور در اعتراض به اجرا نشدن همسانسازی حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی متناسب با نرخ واقعی تورم به خیال خیابان آمدند اما حاکمیت به جای رسیدگی به مطالبات برحق و ابتدایی بازنشستگان بارها به سرکوب و برخورد های امنیتی و پلیسی و بازداشت معترضان متوسل شده است شورای هماهنگی تشکل های سنفی معلمان نیز با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از تجمعی سراسری بازنشستگان اعلام کرده تورم روزانه و افزایش نرخ همه کاله ها و خدمات با کاهش قدرت خرید مردم شده و ادامه زندگی حداقلی را برای قشر بازنشسته بسیار دشوار کرده شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی معلمان به اینکه طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان به بوته فراموشی سپرده شده انتقاد کرد اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در بیانیه از این تجمع سراسری حمایت و اعلام کرده که کارگران شاغل نیز به صفحه بازنشستگان میپیوندند زیرا تمام این بی ها در حق آنان نیز اعمال می شود تجمع سراسری بازنشستگان در روز سهشنبه با شعارهایی چون فقط کف خیابون میاد به دست حقمون دوز و کلک کافی سفره ما خالیه در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی و گسترش فقر و ناامنی اقتصادی منتشر شد این در حالی است که روز دوشنبه نیز در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات شماری از بازنشستگان در تهران و دیگر شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند همزمان کانال تلگرامی کارگران کارخانه نیشکر هفت نیز خواستار ادامه اعتصابات این شرکت شد پیش از آن کارکنان زباهن اصفهان و فولاد یس تجمع برگزار کردند طی روزهای اخیر گزارشهایی از اعتصاب و تجمع اعتراضی برخی دیگر از اصناف از جمله نانوایان کشاورزان بازاریان کارگران معلمان و معدنکاران هم منتشر شد این تجمعات در حالی برگزار می شود که نرخ ارز در هفته های جاری به شکل بی سابقه افزایش یافته و در پی آن قیمت کالاها و خدمات نیز بیشتر شده معترضان میگویند با دستمزدهای کنونی قادر نیستند مخارج زندگی خود را تامین کنند اینکه دولت به وعده های خود مانند همسانسازی حقوق بازنشستگان عمل نمی کند. توهین حسین شیرعی به مردم، مردم دچار سندروم کوری شده اند. روزنامه حکومتی تحت مدیریت حسین شریعت مداری در واکنش به اخبار افزایش قیمت ارز نوشت برخی رسانه های داخلی اخبار نوسانات ارزی را پر اهمیت تر از اخبار غرور آفرین و امید بخش پوشش دادند روزنامه کیهان پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه و تولید موشک و سفر رئیسی به چین در کنار تولید پهباد را موفقیت های نظام دانست و نوشت روانشناسان میگویند تمرکز بیش از حد روی یک موضوع یا یک نقطه باعث کوری و دیده نشدن موضوعات و نقاط دیگر می شود و مردم به خاطر تمرکز بر روی مسائل دیگر دچار سندروم کوری شده اند و موفقیت های نظام را نمی بینند به نوشته این روزنامه که زیر نظر علی خامنه ای اداره می شود اتفاقات مهمی طی ماهای گذشته در کشور رخ داده که اهمیت آنها کم از خبر نوسانات ارزی نبوده ولی چون برخی رسانه های داخلی و دوستان خارجی یا از اساس سانسورش کردند یا روی آن مانور کمتری دادهاند یا حتی به تحریف آن پرداختند و وارونه روایتش کردند آنطور که باید دیده یا شنیده نشده نویسنده کیهان معتقد است جریان سیاسی بدنام بدسابقه و تمام شده ای که با نیم نگاهی به انتخابات پیش رو نوسانات ارزی را فرصتی برای احیای خود میبیند و با ابزار رسانه و دروغ و شایعه بر این نوسانات دامن میزند آنقدر کور شده که متوجه نیست خود نیز در این جامعه زندگی میکند و نباید به تورم و نوسانات دامن بزند چند روز پیش احمد وحیدی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور با اعلام اینکه رئیسی به بر سر مسائل تورمی حساس است گفته بود که اتفاقات اخیر در بحث ارز و افزایش پرشتاب نرخان یک توته است همزمان با این سخنان وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که التهابات ارزی هفته های اخیر بازار ایران را توته دشمن دانسته بود بازار آزاد مبادلات ارز با ورود به رکورد جدید 600 هزار ریال برای یک دلار آمریکا متوقف نماند و به قیمتگذاری دستوری ستاد جدید بانک مرکزی نیز توجهی نکرد.